اولین رکن از ارکان ایمان اینه که به الله ایمان بیاری به الله سوگند مایه عیب و تأسف هست که به طالب علم گفته بشه که چگونه به الله ایمان بیاورم و او پاسخ بده نمیدونم حداقل باید شرح مختصری از ارکان ششگانی ایمان رو به صورت ضابط مندی ارائه بدیم میخوای مؤمن باشی و شرح ارکان ایمان رو نمیدونی چگونه ایمان را محقق سازم یا ایمان چگونه محقق می شود این که به الله ایمان بیاوری ایمان به توحید ربوبیت ایمان به توحید الوهیت و ایمان به توحید اسما و صفات در ضمن ایمان به وجود الله متعال زیرا کسانی هستند که اساسا وجود الله رو انکار می کنند سبحان الله دلایل وجود الله متعال چیست دلایل وجود الله متعال بسیار زیاد و فراوان هستند و در شمارش نمیان و شمرده نمیشن میتونیم دلایل وجود الله رو اجمالا در دلایل چارگانی جنبندی کنیم اول عقل بله عقل امکان نداره که عاقلی در این آفرینش بدی و نوع الهی بیاندیشه مگر اینکه به وجود خالق و آفریدگار یگانه و تدبیرگری برای این مخلوقات اذعان کنه همچنان که معنای آیه قرآن هست که آیا آنها از هیچ آفریده شده اند یا اینکه خودشان آفریدگارند دوم دلایل حسی چه بسا در شدت و سختی قرار میگیری اون وقت دستانت رو به سوی آسمان بلند میکنی و پروردگارت رو صدا میزنی یا رب و به این دلیل حسی رو با چشمانت میبینی همانند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که بر روی منبر برای نزول باران دعا کردند و هیچ ابری در آسمان مدینه نبود اما در حالی از منبر پایین اومدند که قطرات آب باران از ریشیشون می افتاد. این همون دلیل محسوس و قابل لمسی است که صحابه با چشمان خودشون دیدند یا همانند داستان سه نفری که در غار گرفتار شدند و هر یک از اونها شروع به دعا کرد و با دعای هر کدوم صخری که بر دهانی غار قرار گرفته بود مقداری کنار می رفت تا اینکه دهانی غار کاملا باز شد و اونها از غار بیرون اومدند و نجات پیدا کردند این همون دلیل محسوس و قابل لمس هست سومین دلیل اجمالی فطرت هست هر نوزادی بر فطرت اسلام متولد میشه اما این پدر و مادر او هستند که او رو یهودی یا نصرانی یا مجوسی بار میارند اون هم با آموزش زبان غیر عربی به او و یا با بیتوجهی به آموزش زبان اسلام به او وقتی به فرزندت زبان عربی زبان اسلام رو آموزش ندی معناش اینه که او رو بر غیر فطرت پرورش دادی درسته هیچ اشکالی نداره که زبان غیر عربی رو یاد بگیره اما حتما باید سنت رو به او آموزش بدی سوره فاتحه رو یادش بدی کلیدها و مفاتیح علم رو بهش آموزش بدی چرا در خانه با همسر و فرزندانت به زبان عربی سخن نمیگی چه چی چیزی مانع توست شیطان چهارمین دلیل از دلایل اجمالی بر وجود الله کتاب و سنت هست در این مورد نمونه های فراوانی وجود داره بلکه ابن قیم رحمه الله می هیچ آیه‌ای در کتاب الله نیست مگر اینکه در اون دلیلی بر توحید الله متعال وجود داره